تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمل التقوى. سر سفره قرآنیم، از اول شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر گفتیم، تفسیری صادر، روان، قطعی به جزء 28. و الان سوره طلاق هستیم، آیه 2. بشنوید. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. بحثی بود که طلاق یک ضرورت، گاهی زن و شوهرها به هیچ عنوانی نمیتونن با هم زندگی کنن، گروه خونشون به هم قابل پیوند نیست، مثل اسفناج گلابی. با اینکه اسفناج خاصیت داره، گلابی هم خاصیت داره، اما اینا به هم پیوند نمیخورن. در شرایطی که استراره خواستی طلاق بدی، قرآن میگه هر لحظه مرد حق نداره طلاق بده، باید در ماه 4-5 روز اون خانم عادت ماهانه داره، تون 4-5 روزه نباشه، باید زن از اون خون پاک باشه. بعدم مرد تو اون ایامی که پاکه آمیزش جنسی همبستر نشده باشن. اگر همبستر شدن باید صبر کنه تا ماهی دیگه این زن خون ببینه، از خون چند روز تموش پاک بشه، بعد که پاک شد تو اون پاکه میتونه طلاق بده. یعنی این قوانین سرعتگیر گشته که زن همچین راحت نشه زن طلاق داد. در ماه 4-5 روز ممنوع، او 25 روزی هم که 24 روزی هم که جایزه، باید تو 24 روز هم بستر نشده باشن. هم بستر شدن باید صبر کنن تو ماهی دیگه، تو ماهی دیگه هم ممکن اینا سر عقل بیان. به هر حال از طلاق صرف نظر کن. حالا میگه فاذا بلغن اجلهن، این مال آیه قبله. فاذا بلغن اجلهن یعنی چون مدت عده نزدیک شد به پایان رسه. بلغن یعنی نزدیک شد به پایان، چون اگر رسید به پایان دیگه زن جدا میشه. این بلغن اجلهن یعنی وقتی عده‌اش تموم شد، یعنی وقتی دره تموم میشه، چون اگر دقیقه آخر باشه دیگه زن جدا شده. وقتی دره تموم میشه، هنوز تموم نشده، نزدیک تموم بشه، فامسکوهن معروف، خانمتون یا با عرفی نگه دارید، افارقهن به معروف، یا خوب نگه دارید یا خوب رهاش کنید. یعنی اگر طلاقش میدی با کرامت طلاقش بده، نه با انتقام و عقده و طرح و قهر و اینها. مهریهشو بهش بده، با عزت از هم جدا شید یا با عزت نگهش دارید. در قرآن حدود، اگر تو ذهنم باشه، 38 مرتبه کلمه معروف به کار رفته شده، 15 مرتبهش مربوط به مسائل خانوادگیه. معروف یعنی عرفی باشه، یعنی عقل پسند باشه، شرع پسند باشه، زندگی ها طبیعی باشه. بعضی مردها و بعضی زنها اینها توقعهاشون توقعی طبیعی نی، یه تقاضاهایی دارن که عرف نمیپسنده. میگه ای چه حرفی تو میزنی، ای چه توقعی تو داری. معروف یعنی عرفی باشن، عرف دیندارا متدینین میگن این کار معقوله. اگر زنداری میکنید جور زندگی کنید معروف باشه، اگر فارغ و از هم جدا میشید معروف باشه. و اشهدوا ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل باید باشن تو طلاق.
نمیگه عدلین، میگه زوی عد. این زوی عد یعنی صاحب عد، یعنی عد جز سرمایشو باشه، یعنی از او عادل عادلا باشن. آخه یه عدالت داره بره پیش نماز، میگن سل خلف من تسقه به دینه، همی که متدینه به دینش اطمینان داریم ظاهرش به دستی مسلمانه میشه به شخده کرد. گناهی که من از این سراغ ندارم، گناه کبیره دشنه دیدم، پس پشت سش نماز بخون. عدالت پیش نمازی فرق کنه با عدالتی که میخوای خانم تو طلاق بدی. خانم و قرآن نمیگه فشد و عدلن، میگه زوی عدل. زوی عدل یعنی عدالت، صاحب عدالته، یعنی عدالت جز سرمایشه، یعنی این از او عادلای دو آتشه خلاصه. وقتی هم عادل قهرن موعظه میکنن، نمیذاره شما طلاق بدید، یعنی از عدالتش و از محبوبیتش استفاده میکنه. بعدم میگه با اینکه عادله و عقیم و شهادت لله، شهادت را به پا دارید بره خدا. در قرآن عقیمو بره چهار تا چیز میده، یکی بره نماز میگه عقیم و صلات، یکی بره عدالت میگه عقیم الوزن، عقیم عقیم و صلات عقیم الوزن، یکی میگه به عقیم و شهاده، شهادت را برای خدا، عقیم الصلات عقیم الوزن، یکم عقیم الدین. ببینید چهار تا عقیم الدین، عقیم الدین دین را به پا دارید، عقیم الصلات نماز به پا دارید، عقیم الوزن عدالت به پا دارید، عقیم الشهاده یعنی گواهی که میدید گواهی را به پا دارید. لله، لله یعنی خالص باشی، یعنی برای خدا باشه ولو به ضرر خودتون میشه. جای دیگه هم قرآن فرماید که ولو کان علی انفسکم عمل والدین، حق بگید گرچه بر ضرر خودتون، گرچه بر ضرر فامیلتون میشه. و عقیم و شهادت لله، با اینکه زوی عدل هستن، آدم عادل هم نیاز به موعظه دارن، ممکنه عادل باشه ولی اینجا مسئله عاطفیش غلبه کنه، میگه تو عادل هستی اما مسئله عاطفی غلبه نکنه، احساسات غلبه نکنه، حقش بگم. ذالکم یعذبه، این احکام وسیله موعظه است، موعظه سیر و سلوک نمیخواد، چله نشینی نمیخواد، عمل به احکام الهی موعظه است. گاهی به کسی با آدم میرسه میگه آقا ما رو موعظه کن، میگه موعظه میخوای؟ هر چی خدا گفته گوش بده، واجباتت انجام بده، حرامات ترک کن. ذالکم یعذبه، به این دستورات اسلامی گفته موعظه اینه. گاهی دست اخلاق میذارن دو لیتر گریه میکنن اما حکم خدا عمل نمیشه. ذالکم یعذبه، این دستوری که گفتیم این رقمی با خانم رفتار کنید، با خانمتون خوب رفتار کنید، طلاق هم که میدید با کرامت باشه، معروف باشه، ازدواج میکنید، زندگی میکنید، ادامه زندگی عرفی باشه، جدایی عرفی باشه، حق بگید. این موعظه اینه. ذالکم یعذبه من کان یؤمن، هر که ایمان به خدا و قیامت داره. بعد فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر که تقوا داشته باشه خدا اون از بنبست بیرون میاره. خب عرض کنم بزرگ شما که در این آیه نکاتی هستی که زمان بندی باید با دقت مراعات بشه، هم آغازش که در آیه اول بود فطلقوهن لعدتهن، هم پایانش اذا بلغن اجلهن لعدتهن اجلهن. یا آیه میگه آغاز طلاق باید دقیق باشه، چه ساعتی چه روزی، پایانش هم باید دقیق باشه. این یک. خب در حال صلح و آشتی زندگی باید حقوق مراعات بشه، معروف باشه. اول میگه نگهداری کنه، بعد میگه طلاق بده. اول میگه امسکوهن، اگه کسی زنش طلاق داد و 3-4 ماه عده بود، اول کلمه امسکوهن نگرش دار، بعد گفته طلاقش بده. یعنی کلمه نگه داشتین امسکوهن قبل از فارقوهن، یکی این اول میگه. این پیداست که اسلام میخواد باز عنایت داره روی کلمه که سعی کنید از هم جدا نشید. خب اینجا همش به مردا گفته فارقوهن، نه مردا گفته فارقوهن، نه امسکوهن، نه چرا به مردا گفته معروف معروف؟ چون زن به دلیلی که از نظر جسمی معمولا میگم، حالا بعضی زنها قوی ترن کار نداره، بدن مرد قوی تره بدن زنه و زن دیگه قلدری داره، زن عاطفی هن بیشتر، مردا حق زنها رو میخورن.
ولذا به مردا خطاب کرده که خب مردا مواظب خانمتون باشید، مردا مواظب باشید، چون در طول تاریخ هم همینطور بوده، به خاطر ضعف جسمی یا به خاطر آداب و رسوم اجتماعی که خیلی از قبیله ها و هنوز هم زن تحقیر میشه، زن که حرف نمیزنه، زن چیه، اسلام خیلی زن رو بالا برد، حق مالکیت داره، حق انتخابات داره، حق انتخاب همسر داره، حق تحصیل داره، حق تخصص داره، حق ارث داره. بله، چون در طول تاریخ زن به خاطر نارسایی جسمی و به خاطر سابقه تاریخی مظلوم بوده، به مردا استفاده کرده، مرد تو باید زندگی عرفی باشه، معروف باشه. خب ذالکم یو از بهی من کان یؤمنو، اگر کسی ایمان به خدا داره باید پند زیر باشه، باید به احکام خدا عمل کنه. خلاصه ای آیه اینه که اگر زن طلاق دادید، ایام عدم داره تموم میشه، تصمیم بگیرید یا خوب زنداری کنید یا خوب طلاق بدید. طلاقتون همراه با کینه و انتقام و حق خوشی نباشه، نگه داشتنتون هم همراه با بد اخلاقی و اینها نباشه. جوری زندگی کنید که عقل متدین او را بپسنده. خب آیه 2 از سوره طلاق تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.